محمد کار یاقی به تو میرسه کفته. سریال یاقی مخاطب به خودش میگیره یا نه؟ کفته. سلام، خیلی مخلصیم آقا. اینکه سریال رو کی ساخته، کیا بازی کردن و از کجا داره پخش میشه همه تو میدونید، پس بدون معطلی بریم سراغ بررسی سریال. اولی نکته عجیب بگم بعد بریم سراغ خود سریال، اونم درجه بندیه. نوبت لیلی رو زدن مثبت 15، بعد یاقی رو زدن مثبت 12. خب این خیلی عجیبه. میدونم که ربطی به خود سریال نداره، یعنی یا پلتفرمی کارو کرده یا سازمان نظارت و ارزشیابی، اما این یک قانونی داره و همینجور الکی نیست. من بهتون قول میدم در اسرع وقت یه ویدیو در موردش بسازم و تمام شرایط و ضوابطش رو کامل بهتون توضیح بدم. بریم سراغ تیتراژ کار. تیتراژ فکر شده و داستانگوه. یعنی چی داستانگوه؟ یعنی کاراکتر جاوید قهرمان داستان ما رو نشون میده از محل زندگیش با تمام فشاری که داره بهش وارد میشه تا رسیدن به آزادی و پلانهای سرسبز و خوشگذرونی که این بار هیچ قفسی دورشون نیست. حالا میرسیم به نمای آخر تیتراژمون که کاراکتر جاوید و قهرمان داستانمون رو میبینیم که پشت به دوربین داره میره به سمت خورشید، یعنی در مسیر روشنایی امید داره قدم برمیداره. یه سری خطوط قرمز رنگ تو حاشیه کادرمون داریم میبینیم، دوربین زوم بک میکنه و از اون خطای قرمز میرسیم به لوگو و پوستر کار که اون اثر انگشته. با توجه به داستانی که تو قسمت اول میبینیم، این اثر انگشت یعنی تعیین کننده خیلی از تصمیم هایی که قهرمانمون قرار تو سریال بگیره. نکته دیگه‌ای که در مورد تیتراژ وجود داره اینه که ازتون خواهش میکنم دفعه بعدی که خواستین سریال رو ببینید به تیتراژ ابتدایی یه توجه بیشتری بکنید و یه فوکوسی روش بذارید. چرا؟ به خاطر که دقت کنید یه رابطه خیلی خوشگلی وجود داره. هر زمان که اسم یکی از عوامل رو میبینیم تو صدا و تو تصویر داریم یه کار خیلی مرتبط به همون عوامل میبینیم، مثلا مثل صداگذار، مثل آهنگساز، مثل تصویربردار، جلوه های ویژه. بریم سراغ سکانس اول. خب اولین تابلویی که این جوونا دارن میدوزن و میبرن چه تابلوییه؟ آها، ما این همه تابلوی راهنمای رانندگی داریم اما فیلمساز میاد تابلوی ورود ممنوع رو به ما نشون میده. یعنی چی؟ یعنی هم به درست‌ترین شکل ممکن اون اقدام، اون عمل رو داره نشون میده، هم از جهتی داره بهش نقد وارد میکنه. نکته دیگه که تو سکانس اول وجود داره تو جمع بازیگراست که ما فقط علی شادمان رو میشناسیم. این خیلی نکته خوبیه. یعنی چی؟ یعنی فیلمساز ما بها داده به جوان‌ها. خب اگر سامان محکویه رو بذاریم کنار که احتمالا خیلی همون با کلیپ های اینستاگرامی میشناسیمش، بیشتر از همه از وجود آقا رضا خیلی خوشحال شدم که کاراکتر خلیل رو داره بازی میکنه. آخه چت موقع حرف نزنی میگن مرده؟ آقا رضا رو من یادمه تو مستند خونه رو تو سال 98 از خود محمد کارت دیدم، اونجا تو نقش خودش، یعنی در نقش یک سارق توبه کرده اومد جلوی دوربین و یه سری از سارقا رو لو داد، یه سری از روش های سرقت رو لو داد و من به شدت از آینده این کاراکتر نگران بودم. خیلی خدا رو شکر میکنم و خوشحالم که اومده جلوی دوربین و الحق و الانصاف خوش درخشید. رضا چاردونگه. رضا کوچیلو. آره داداش خوبی؟ چطوری رضا؟ خوبی؟ مکرتم. چه خبر آقا؟ خیلی ها از مجموعه سکانس های ابتدایی ناراضی بودن که من اصلا دلشون رو متوجه نشدم. خب ببین، این چند تا سکانس به شدت فیلمنامه‌اش کلاسیک نوشته شده، یعنی شروع، میانه و پایان داره و به شکل خیلی درستی همه رو رعایت کرده. از طرفی ریتمش و ضرب آهنگش خیلی درست و تنده، دوربین پرتنشش، بازی‌های درستش و در نهایت اون ضربه مهلکی که باید بزنه رو میزنه و از جهت محتوایی هم داره ما میگه یه قهرمان تو این داستان وجود داره به اسم جاوید که آدم خوبیه اما به ناچار برای به دست آوردن پول مجبور کار خلاف هم انجام بده. خب مشکل این کجاست؟ بیاید با من بگید. با فردین مردم دار جوان مردی که گوشه از خطری واسه کسی نداره که. در مورد مدل فیلمسازی محمد کارت و شرایط و فضایی که ساخته تو این سریال و حالا تو آثار دیگه اش خیلی بهش نقد وارد میکنن که این خشونت خوب نیست، قشنگ نیست. من اول اینکه بگم من این سبک رو دوستش دارم و لازمه که بهتون بگم دوتا دلیل دارم برای دوست داشتنم. دلیل اول اینه که
زندگی که داریم میبینیم زندگی یک سری از آدمهاییه که تو این شهر وجود دارن و زندگی واقعیشونه، یعنی چیزی نیست که بخوای ازش چشم پوشی کنی. و دومیش اینه که به نظرم محمد کارت و فیلم سازیش این مدلی که به فقرا توهین نمیکنه، اونا رو زیر سوال نمیبره، خیلی سریع، خیلی مستقیم و قاطعانه و بدون قضاوت میاد داستانش رو برای ما تعریف میکنه. پس بهونه الکی نیاریم، اما اگر ایرادی داشت بگیم این ایراد رو داره، اما به نظرم این ایراد نیست. آقا یه اتفاق عجیبی که افتاده تو خود سایت فیلیمو اینه که ژانر سریال یاغی رو زده خانوادگی. به نظرم اصلا خانوادگی نیست و این اتفاق فقط برای جذب اولیه مخاطبه، چون به نظرم شاید از یک خانواده تک به تک این سریال رو ببینن، اما با هم دیگه بعید میدونم. خانم نوبت شما. بریم سراغ فیلمنامه سریال. من سه تا ایراد میخوام بهش وارد کنم. ایراد اول، به نظرم یه سری جاها خیلی کلیشه‌ای و تکراری داره عمل میکنه، دقیقاً مثل سکانس آخر خودکشی. ایراد دومی که میتونم بهش بگیرم دقیقاً تو سکانس دادگاهه، به خاطر اینکه جاوید میبینه خیلی ها نیومدن، میبینه یه سری آدمی هم که اومدن فرار کردن، چرا نمیره سراغ شاهدهای جدید. و ایراد سوم و مهمترین ایراد به نظرم سکانس عروسیه. خیلی ها به خاطر تایمش و مباحث فنی بهش ایراد وارد کرده بودن که به نظرم به شکل کاملا درستی تایمش خوبه، هم کاشت هم برداشت، از نظر فنی هم همه چیز خوب، دوربین، رنگ، موسیقی، هر چیزی که داشت درست بود، فضاسازی درستی برام انجام داد. اما مشکل اصلی من با وجود این سکانس تو فیلم نامه است، هیچ ربطی به نظرم به قصه اصلی نداشت. اما یه نکته‌ای که وجود داره در مورد فیلم نامه و به نظرم خیلی باحاله اینه که پیش برنده است این داستان، یعنی معطلت نمی‌کنه، برات قصه میگه و تو همین تک قسمت قهرمان ما رو معرفی کرد، دغدغه‌ش رو گفت، هدفش رو گفت، گذشته‌ش رو به ما گفت، از عشقش گفت، خب دیگه چی باید بگه؟ نکته هم باید بگم راجع به ایده‌ای که محمد کارت دست گذاشته روش، آدم‌های بی‌شناسنامه یا در واقع آدم‌های بدون هویت، خیلی کار درسته انجام داده، دمش گرم. و تو این مدت من مجبوریم رضا دورمیشیانم تو این موضوع دیدم که بهتون پیشنهاد میکنم. در مورد جغرافیای سریال باید بهتون بگم که دفعه اولی که سریال رو دیدم هیچ چیزی متوجه نشد، اما دفعه دوم یه ذره بیشتر زوم کردم، یه چیزی تو دقیقه 11 دیدم که الان دارین شما تو تصویر میبینید. نمیدونم اینجا چیزی هاید شده، نوشته هاید شده، یا مشخص کننده یک منطقه از تهران بوده، یا حالا سایه است، یا هر چیز دیگه. اما ذهن مریض من میره که اتفاقی افتاده که هایدش کردن. چرا؟ بر اساس این حرفو میزنم که چند وقت پیش همایون اسدیان یه مصاحبه ای کرد تهیه کننده یه سریال خصوب و گفته بود که از بالا به ما یه سری فشار وارد کردن که ما نگیم تهران ناامنه، به خاطری که مثلا تو سکانس اولش اون دزدیه رو به ما نشون داد، یه سری اتفاقای دیگه. اما چیزی که وجود داره تو سریال یاغی ما متوجه میشیم اینجا تهرانه، یعنی اون پلاک ماشینی که میبینیم میفهمیم تهرانه، یا تو سکانس موسیقی که داریم میبینیم بک‌گراند کاملا مشخص موزه سینماه، اما اسمی از این که کجای پایین شهر تهرانه برده نمیشه. واقعا شما در تهران با تو اینو آقای میری راست میگه دیگه، گفتن شما تصویری که از تهران دارید تو قسمت اولتون میدید جای ناامنیه، تهران جای امنیه؟ بریم سراغ بازیگری ها. من علی شادمانش رو دوست داشتم، دروغ چرا، به نظرم تلاشش بر رسیدن به کاراکتر کاملا مشخصه و خیلی خوبه. اما یه چیزی که وجود داره اینه که تو نوع حرف زدنش به شدت، یعنی این تونتون حرف زدنش به شدت منو یاد امیر وضعیت سفید میندازه، یونس غزالی. حالا نمیدونم نگاهی بهش داشته یا نه، نمیدونم. مامو خانم، دیگران به خودش اجازه میدن که بچه‌تو بزنه، شما الان باید بری یه چیزی بهشون بگی. هیچ تخصصی و استعدادی تو کشتی ندارم، اما این بدن زمختی که دارم میبینم احساسم میگه که بدن خیلی درستیه، چون این آدمه داره پایین شهر کشتی میگیره، خب اما مربی نداره که بدنش خیلی اصولی باشه، برای همین بدن زمخت پرزوری به نظرم داره. اما نکته بد بازی علی شادمان این حرکت سری بود که به نظرم دیگه یه سری جاها خیلی مصنوعی شده بود و فکر میکنم با بهروز وثوقی وارد سینما ایران شد. مثلا دو جایی که خیلی مصنوعی بود دقایقش حالا یادم رفته، دقیقه 11 و 20 بود فکر میکنم، مثلا اونجایی که بهش میگن باید بری سراغ اون وکیل، بهش میگه باید بری سراغ یه سری شاهد پیداشون کنی بیان شهادت بدن، یا ساعت دقیقه 90 و اینا بود اگه اشتباه نکنم، یه ساعت و 30 دقیقه از فیلم گذشته بود
که داشت میرفت توی راهروی بیمارستان بود. خب این حرکت به نظرم قشنگ نبود. امیر جعفری که میشه گفت تقریبا مثل همیشه خیلی خوب و درست همه چیزش اندازه، یه لات خیلی کامل و یک دودره قابل باور. جانم آقا دست خودتو بگی، دوتایی با هم دیگه برین تو محلی دور بزنید. بودو بینم گشنه، بودو بینم. خیلی مخلصم آیسی. یاسر دوتا فلافل بزن دونونه. آبانه عسکری همسر محمد کارت، به نظرم تا قبل از اینکه برسیم به سکانس مسجد یه بازی خیلی متفاوت و خوبی ازش دیدیم. تو سکانس مسجد من به شدت یاد بازیش تو شنای پروانه افتادم، حتی یه جاهای نوع دیالوگویش به نظرم عوض شد و من بازم یاد اون دیالوگویش تو گاراژ شنای پروانه انداخت. اما این دلیل نمیشه که از بازیش تعریف نکنم، چون به نظر من آبان عسکری یک بازیگر به شدت واقع‌گراه و مبتنی بر حسش تا تکنیک. بپرس ببین ثواب دادن هویت به یه بچه بی‌شناسنامه چقدره. عباس جمشیدی فر به نظرم یکی از اون آسایی بود که محمد کار تو قسمت اول رو کرد و چه آسی. به به بیزر بیزنه میگرم درشو جر بدم. در مورد بقیه بازیگرهای اصلی و بازیگرهای فرعی هم حرف نمیزنم، چون به نظرم همه تون با این حرفم موافقین که به شدت با کیفیت بودن، دم گروه و خودشون گرم. خب برسیم به یه سکانسی که من به شدت ازش بیزارم و به نظرم خیلی چیزاش بد بود. میخوام دلایلمو بهتون بگم. مثل اینکه خیلی مثلا اومدن گفتن سکانس اول بده و من گفتم مخالفشم، دلایلمو بهتون گفتم. حالا میخوام دلایلمو از بد بودن این سکانس بهتون بگم. فکر کنم دقیقه 31 اون سکانسی که توی خونه جاوید و خواهرش رو میبینیم. خب یه موسیقی داره پخش میشه، سیاوش قمیشیه. شنیدین آقا سیاوش قمیشی داره چی میگه؟ انگار داره زندگی این دو تا کاراکتر رو برای ما تعریف میکنه. یه جورایی انگار داشتیم موزیک ویدیو میدیدیم. خیلی بده دیگه، یعنی انتظار از محمد کارت خیلی بیشتر از اینه و آدم دوست داره که خیلی دقیقتر و عمیق‌تر حرف بزن. اما موسیقی بذاریم مثلا کنار، حالا تو دیالوگ داره چی میگه؟ تو دیالوگ داره این اتفاقه میفته که میگه مریضی که تو قشر پایین جامعه و بالای جامعه وجود داره. آقا ولم کن، آخه اینقدر واضح میان حرف میزنن. یه ذره به نظرم اصلا کلا این سکانس رو دوست ندارم. این دو تا دلیل هم دلایل بود که راجبشون گفتم. میخوام در مورد یه تکنیکی حرف بزنم که به نظرم تو اکثر کارهای کارت وجود داره، یعنی از فیلم کوتاهاش، مستندش، سینمای قبلش و تو این سریال یاقی از این تکنیک استفاده میکنه. کجا؟ اونم زمانی که کاراکترش، یعنی هر کدوم از کاراکتراش تو یک دوراهی قرار میگیرن، در واقع تو یک مسیر تراژدی قرار میگیرن، نمیدونن کدوم رو انتخاب کنن، میاد از تکنیک اسلو موشن استفاده میکنه. یکی دوتا مثال هم بهتون نشون میدم. الان همینجا یه کار، یه تشکر هم بکنم از محمد کارت و نویسنده ها که نیومدن به هر قیمتی تمام کاراکتراشونو تو تک قسمت به ما معرفی کنن. بر اساس قصه شون یکی یکی این کاراکترها دارن معرفی میکنن. خیلی کار درستیه، چون قطعا خیلی از مخاطبای سریال اومده بودن که مثلا پارسا پیروزفر یا تنازه طباطبایی رو ببینن، اما از یه طرفی هم داستان هم با توجه به اقتباس سالتو اینجوری داره پیش میره که ما باید اول کمترین ها رو ببینیم، هم یه راهی بود برای جذب مخاطب، یعنی مخاطب قسمت اول رو دید. اگر هم مخالف اینجور سریال سازی باشه میگه چون من مخاطب این دوتا آدم هم، این دوتا آرتیستم، وای میسم قسمت دوم هم میبینم. و خب دو طرف رو به نظرم پوشش داده بودن. دمشون گرم. میخواییم بهشم میرسیم. در مورد عوامل سریال هم اگه بخوام حرف بزنم، فیلم بردار کار سامان لطفیان به نظرم اگر شما آتاوا یا دیده باشین ازش و حالا بیاین سراغ شنا پروانه، کاملا تفاوت ژانری توش حس میشه. دمش گرم. از طرفی تو همکاری قبلیشون، یعنی شنای پروانه، به نظرم دوربین به نسبت اونجا اینجا خیلی شسته رفته تره و دقیقا میدونه که کجا باید خیلی تنشش بیشتر باشه و پر جنب و جوش باشه. مثلا یکی از اون سکانس عروسی یا سکانس تو شهر بازیه. دمش گرم. بریم سراغ تدوین کار. به نظرم تدوینگر خیلی ریتمیک و سر ضرب عمل کرده و به ندرت میشه یه سکانسی رو پیدا کرد که خیلی کشدار شده باشه. راجع به موسیقی اگه بخوام حرف بزنم، به نظرم بامداد افشار و گروهش خیلی خوب تونستن از اون
هارمونی همیشگی خودشون با خلاقیت دور بشن و نزدیک بشن به اون جان و اون فضای ذهنی این سریال. بریم سراغ صداگذاری کار. عالی بود، عالی بود. من تجربه شاگردی آرش قاسمی رو دارم و به نظرم اینجا به درست‌ترین شکل ممکن با اون وسواس همیشگی این آقا ما تونستیم به چیزی برسیم که به مخاطب بگیم آقا ما ساند افکت خودسازم داریم و وجود ساند افکت باعث میشه یه فضاسازی خیلی بهتری اتفاق بیافته و مخاطب یه رابطه یه خیلی محکمی رو با کل کار برقرار کنه. و اما مثل همیشه بریم سراغ منشی صحنه و سوتیایی که به نظرم باید حالا حالاها ببینیم، یعنی تو همه ی آثار وجود داره. اینجا هم تو قسمت اول دوتاش وجود داشت. یکی اون تفاوت رنگی که ما تو دندونای فک بالا و پایینه علی شادمان دیدیم، خب تو کل سریال تقریبا میشد بگی که با یه تک هارمونی رسیده بود و نزدیک بودین طیف رنگیه، یعنی به زرد میرفت و یه سری جاها لایجم کم و زیاد میشد. اما تو سکانس مسجد احساس میکنم به خاطری که اون سکانس رو یه تک گرفته بودن، یعنی یکی از پلانا رو کاملا یه تک گرفته بودن، علی شادمان تو موقع حرف زدن شاید وقتی آب دهنش رو قورت میداده یا حالا هر اتفاقی میافتاده باعث شده این کم کم این ماده ها بره، حالا من نمیدونم، هم تخصصی هم ندارم تو گیریم، و رنگه کاملا مشخص، یعنی ما یه سفیدی کاملا محض میبینیم بالا و یه زردی خیلی عجیب. آره بیا آزمایش بده، اگه منفی بود که خودم میکشم. بریم سراغ دومین سوتی منشی صحنه. تو سکانس خونه محلقا جابری گوشیش زنگ میخوره و داره با گوشی حرف میزنه اما هنوز داره زنگ میخوره. ما اینو فهمیدیم. مرسی. سلام. چطوری؟ ما در مورد گیریم اگه بخوام حرف بزنم فکر کنم مثلا دو تا نکته بشه گفت. اون ایده موکاشتن امیر جعفری که به نظرم خیلی درست بود و برای اون کاراکتره بود همه چیزش. و اتفاق دوم این بود که تشکر میکنم گروه چهره پردازی و طراح چهره پردازی کاملا آگاه بودن به اینکه آدمها و اون طیف آدمی که ما داریم تو اون سریال میبینیم به دلیل اینکه خیلی مستقیم زیر نور آفتاب قرار میگیرن باید رنگ پوستشون به تیرگی بره و دقیقا تو همشون این رعایت شده بود به اندازه. مرسی. آقا چهار تا نکته جالب در مورد سریال میخوام بهتون بگم. اولیش اینه که این رفیقمونه که دارید میبینید که از بازیگرای سریال به شدت منو یاد کاراکتری که خود محمد کارت تو بی خود و بی جهت عبدالرزاقانی بازی کرد انداخت. این نکته دوم در مورد این یکی بازیگر کار حسن همتی عزیزه که ایشون به شدت منو یاد رامین ملک باریش میندازه. نکته جالب آخرمون در مورد اون پلیه که تو قسمت اول میبینیم. اگر براتون سوال پیش اومده که این پل کجای تهرانه، باید بگم حوالی غرب تهران تو پارک نهج البلاغه این پل از اون پلاست که منم مثل خیلیا منتظرم افتتاح بشه. این پلمون که افتتاح میشه. والله گفتن 7-8 ماه دیگه، باز معلوم نیست. آخ شله چه وقت افتتاح نشه، ببونه واسه خودمون. قبل از اینکه بریم سراغ پیش بینی ها میخوام یه نکته ای رو بهتون بگم که شاید من دارم خیلی سلیقه‌ای باهاش برخورد میکنم و دوست داشتم یه جوری دیگه اتفاق میافتاد. اونم شوک آخر سریال. اصلا کلا قبلا بهش اشاره کردم. من با این خودکشی خیلی موافق نبودم. حالا دوست داشتم چه جوری باشه این شوک آخره. جاوید رسیده تو آزمایشگاه، در کنار همراهش یا همراهاش نشسته، اون پرستار یا خانم دکتر یا آقای دکتر میاد که جواب آزمایش رو بده و اینجا حالا جوابی که آره است یا نه رو به ما میده، یعنی به عنوان در واقع اگر میگفت نه خیلی درست تره و این به عنوان شوک آخر میشد. حالا ما میموندیم که چرا نه. پرقدرت تر از همیشه بریم سراغ پیش بینی های قسمت های بعدی سریال. پیش بینی اولام بابای کاراکتر ابرا رو به نظرم فرهاد اصلانی بازی کرده. پیشبینی دومم در مورد اینه که جواب آزمایش شک نکنید که منفی میشه. یعنی مطمئن باشید. البته حالا یه کوچولوی درصد خیلی ریزی هم بذارید که شاید مثبت بشه. حالا بریم سراغ منفی بودنش. پس بابای جاوید کیه؟ یا اسیقلکه، یعنی امیر جعفری، یا اون یه نفر مثلا نمیدونم، چون هنوز قسمت اوله، شاید آدم‌های جدیدی وارد بشن. پیشبینی بعدی با دو تا دلیل، زومی که رو نمای بسته اثر انگشت جاوید میره به اضافه این دیالوگی که الان قراره بشنوید.
کسی هم که هیچی نباشه همه کار میتونه بکنه چون آمار نداره، ولی من میخوام آمار داشته باشم، نمیخوام مثل یه بمب ساعتی باشم که هر لحظه زامنش تر میره. مجموعه اینا اینو به من میگه که قرار همین اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی جاوید مثل یه بمب ساعتی خطرناک و یاغی بشه. اصلا به نظرم کاراکتر جاوید خوراک اینه که تبدیل بشه از یه کاراکتر مثبت به یه کاراکتر منفی، دقیقاً مثل جواد عزتی تو شنای پروانه. موافقید با؟ جالبه که بدونید رمان سالتو متنیه که فیلمنامه این سریال ازش اقتباس شده. حالا پیشبینی من اینه که کاراکتر پارسا پیروزفر یکی از همین جوانها بوده، یعنی تو همین منطقه پایین شهر زندگی میکرده و بعدن از اونا اومده بیرون و با طلا خانوم یا طناز طباطبایی آشنا شده و دقیقا زندگیشون میتونه شبیه کاراکتر جاوید و ابرا باشه. پس یعنی یکی دیگه از پیشبینی‌هام اینه که ابرا زنده میمونه. یاقی بهت میرسه داداش. و در مجموع سریال یاقی به نظرم یه سریال خوش ریتم و مهیجه که تو یه حدود زیادی میتونه مخاطب خاص رو در کنار مخاطب عام جذب بکنه. من دوستش داشتم، ادامهش میدم و به شما هم پیشنهاد میکنم. دمتون گرم، مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین. با این انگشتاتون حمایت فراموش نشه. خیلی مخلصی. من دمیگم گشته را جون